امروز مؤثرترین سلاح بین المللی علیه دشمنان و مخالفین سلاح تبلیغات، سلاح ارتباطات رسانه‌ای. این سلاح دشمن رو شما در بلواهای بعد از انتخابات ندیدی؟ امروز این قوی‌ترین سلاحه، این از بمب اتم و اینها هم بدتر و خطرناک‌تر. امروز این قوی‌ترین سلاحه، این از بمب اتم و اینها هم بدتر و خطرناک‌تر. همیشه کمین دشمن را در نظر داشته باشیم. غفلت از این که ممکن است به حرکت عمومی ملت ایران ضربه ای وارد شود چیز خطرناکی است. هوشیار باشید، هوشیار باشید. کمین دشمن را در نظر داشته باشیم. این همون توصیه امیر مؤمنان سلام الله علیه است که فرمود و من نام لم یونم ان. در عرصه زندگی سیاسی دوچار خوابالودگی نشیم، در پشت سنگرها خوابمون نبرد. اگر تو خوابت برد باید بدانی که دشمن ممکنه بیدار باشه. این تحلیل نیست که ما میگیم، اطلاع است. دشمنان نظام جمهوری اسلامی سعی کردن، تلاش کردن، شاید بتوانند در فضای آزادی که نظام اسلامی به مردم داده است برای مردم دغدغه و دردسر درست کنند. سعی کردند، پول خرج کردند، رسانه‌های زیادی رو به کار انداختند. خط دیگری که دشمن بر روی او هم داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، منصرف کردن ذهن مردم از دشمنی دشمنه. منصرف کردن ذهن مردم از دشمنی دشمنه. ما هرگز منکر نیستیم که در نارسایی‌های گوناگون و مشکلات فراوانی که بر سر راه جامعه و افراد پیش میاد، تقصیرهای شخصی و تقصیرهای اجتماعی از درون وجود داره. در اینش تردید نیست، کسی اینو منکر نیست. ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسه، که معلوم دشمن هم اگر ضربه‌ای به ما زد به این ضربه کاری شد، اینم من نفسه که در این شکی. نکته این است که اگر بخواهد انسان ضربه نخورد باید نقش دشمن رو ببیند. یکی از لوازم توجه و ملاحظه برای ضربه نخوردن دیدن دشمنی است که میخواد به ما ضربه بزنه. از این ما رو نباید غافل کنه. تا کسی بگه دشمن، میگن آقا شما همش بگردن دشمن میندازید. هست دشمن، چرا نمیبینیم دشمن رو؟ هست دشمن، چرا نمیبینیم دشمن رو؟ چرا نمیبینیم شعف عظیمی که دشمن پیدا میکنه از اونجایی که اینجا از اختلاف ما، از حوادث گوناگون، از بلوای بعد از انتخابات به وجود میاد؟ رئیس یک کشور بزرگ اسم میاره از آدمها، این جز ایجاد دشمنی است؟ اسم میاره از معارضین نظام، تمجید میکنه از فلان کس که آقا از شجاعت او ما تعجب کردیم، چرا؟ چون یک کلمه‌ای گفته که اونا خوششون اومده. اینا رو باید دید، اینا رو باید متوجه شد. نبایستی از دشمنی دشمن غفلت کرد. نبایستی از دشمنی دشمن غفلت کرد. دشمنی او خلاف انتظار نیست، غفلت ما خلاف انتظار است. غفلت ما خلاف انتظار. او البته دشمنیش رو میکنه، امر طبیعی است. اما اینکه ما نفهمیم دشمنی او رو، غفلت کنیم از این معنا، این قابل قبول نیست. یه وقت میبینید ما در داخل جدول دشمن قرار میگیریم، مجموعه ای رو میچینن کنار هم تا یک چیزی از توش در بیاد، شکلی در بیاد. ما باید سعی کنیم که ما تامین کننده اجزا او نباشیم. باید جدول دشمن رو کامل نکنیم، پازل دشمن رو کامل نکنیم. ببینیم دشمن چه کار داره میکنه و چه کار میخواد بکنه. اهداف او رو، حضور واضح او رو ببینیم. مؤثرترین سلاح بین المللی علیه دشمنان و مخالفین سلاح تبلیغ، سلاح ارتباطات رسانه‌ای. این سلاح دشمن رو شما در بلواهای بعد از انتخابات ندیدی؟ امروز این قوی‌ترین سلاحه، این از بمب اتم و اینها هم بدتر و خطرناک‌تر. امروز این قوی‌ترین سلاحه، این از بمب اتم و اینها هم بدتر و خطرناک‌تر.